این مجموعه برنامه ها رو من اختصاص دادم به موضوع حیطه های ممنوعه و خط قرمز های روحانیت شیعه در ایران، یعنی موضوعاتی که اصولا دیگران نباید ازش صحبت کنند، محدوده هایی که فقط به روحانیت شیعه تعلق داره. خب در واقع این محدوده ها رو هم روحانیت شیعه خلق کرده برای اینکه مردم در مورد روال های جاری در جامعه یا در مورد ناموفقیت ها، ناکارآمدی ها، فساد ها، تبعیض ها و مشکلات دیگری که در جامعه وجود داره به خودشون جرأت و شجاعت لازم رو ندن که از روحانیت شیعه سوال کنند. یکی از محدوده هایی من در 4 برنامه گذشته به برخی از این موضوعات پرداختم، مسئله معجزات، مسئله امام زمان، مسئله خدا، مسئله کارکردهای دولت و نهادهایی که واقعا زائد هستن و باید اینها رو تعطیل کرد چون جز ضرر و زیان برای جامعه چیز دیگری ندارند و عمدتا نمایش هستند برای اینکه روحانیون شیعه کارهای دولتی داشته باشند و منابع رو به خودشون اختصاص بدن، و همچنین مسئله احترام رو. اتفاقا در همین هفته گذشته هنگامی که برنامه اعلام عید فطر بود دوباره این خبر رو دیدم که گروه های مربوط به استهلال اینها اعزام شدن برای اینکه در شهرهای مختلف ببینن که ماه رو میبینن یا نمیبینن. بنا به گزارش های مختلف حدود 150 گروه رو دستگاه رهبری از روحانیون که حالا هر گروهی احتمالاً 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر هستن، 400 500 نفر آدم هستن که یکی از مشاغلشون اینه که به اینها هزینه میکنن، سفر میرن برای اینکه ماهو ببینن یا نبینن. در حالی که با محاسبات نجومی یکی 2 نفر دانشمند فیزیک، اخترشناس میتوانند بگن که آیا اول آخر ماه هست یا نیست. نیازی به این همه دنگ و فنگ و تأسیسات و موضوعی که اصولا روحانیون هیچ چیز در موردش نمیدونن و یه موضوع کاملا علمی است و تشخیص موضوع اصولا هیچ ربطی به فقها هم نداره در چارچوب فقه موجود، خب براش یه دم و دستگاهی درست کردن و سالانه صدها نفر هزینه هایی رو که کاملا زائد هست در این زمینه میان و مصرف میکنند. از این موارد من در برنامه اول موارد بسیار رو گفتم. از این موارد در جمهوری اسلامی به طور متنوع و گسترش یافته میتونیم مشاهده کنیم دکانهایی که روحانیون شیعه برای خودشون درست کردن، دکانهایی که بسته بشن نه تنها هیچ ضرر نمیزنه بلکه کاملا به نفع مردم هست. در این برنامه بحث من در مورد مسئله رستگاری است. روحانیون شیعه یکی از ادعاهایی که دارند این هست که مسئولیت رستگاری جامعه با اونهاست، اینها هستند که باید جامعه رو به سعادت برسونن، نه فقط سعادت اخروی بلکه سعادت دنیوی. این ادعا از اساس ادعای بیپایه است چون نه تنها روحانیون شیعه در عالم واقع برای جامعه ایران رستگاری به بار نیاوردن، غیر از بدبختی و فلاکت حاصل دیگری وجود چنین نهادی حاصل دیگری برای جامعه ایران نداشته. به موارد کثیرش من در این مجموعه برنامه ها اشاره کردم. تو این برنامه صرفا بحثم در مورد مسئله رستگاری است. من شخصا معتقد هستم که اصولا حذف دین از جوامع هیچ مشکلی در کار جوامع ایجاد نمی کنه. یعنی کارکردهایی رو که برای دین میشمرند، این کارکردها رو نهادهای دیگر هم میتونن انجام بدن. حالا اگر بخواهیم با کارکردهای کم ضررتر دین کنار بیایم و فرض کنیم که نمیشود دین رو، نمیشود آدمیان رو قانع کرد که دست از این قضايا بردارند، کارکردهایی که برای دین مانده است، یعنی اگر ما در یه جامعه مدرن زندگی کنیم، اگر ما
عقلمون رو تعطیل نکنیم، اگر ما دانش بشری رو تعطیل نکنیم، اگر ما تجربه بشری رو کنار نگذاریم، سه تا کارکرد در واقع کارکردهایی که آدم ها میتونن به سراغ دین برن، سه تا کارکرد تش میمونه. یکیش یک نوع ارتباط برقرار کردن معنوی است با یک امر مقدسی که برخی بهش باور دارن، چون برخی براشون سخته که فکر کنن که این دنیا یک خدایی نداره، یک کسی از اون بالا همه چی رو هدایت نمی کنه. دوست دارن فکر کنن که این عالم بسیاری از قضایاش قضایایی هست که تنظیم شده است، یه عده‌ای تو این عالم دارن این قضایا رو پیش میبرن، این قضایا رو تنظیم میکنند. این یک کارکرد. کارکرد دومی که برای دین میشه قائل شد و قائل شدن، مسئله التیام هست. این که فردی رنجی رو، رنج بزرگی برش در واقع افتاده، رنجی رو باید تحمل کنه، کسی مثلا یه عزیزی رو دست داده، خب برای اینکه این رو بهش دلداری بدن میگن اون عزیزی که دست رفته رفته بهشت، جاش خوبه، میتونه با شما بعدن ارتباط برقرار کنه، چون اعتقاد به روح و اینها هم بخشی از این داستان مذهب هست. برای التیام رنجهای بشری داستانهایی رو برای بشر در چارچوبهای مذهبی تعریف میکنند. خب برای برخی ممکنه که این کارکردهای مثبتی داشته باشه. و کارکرد سومش هم حس تعلقه، چون شما وقتی که به یک دین خاصی باور داشته باشید، یک نوع حس تعلق به شما میده. البته اگر این بشه تنها حس تعلق، یعنی تنها هویت بشر تبدیل بشه به هویت دینیش، بسیار خطرناکه، یعنی تش اسلامگرایی و این داستان اسلام سیاسی و جهادگرایی و کشتن بقیه و اینها پیش میاد اگر اسلام تبدیل بشه به تنها هویت بشر. چون بشر هویت‌های گوناگونی داره، بشر یه آدم در آن واحد هم پدره، هم برادره، هم عموه، هم داییه تو روابط فامیلی، هم نمیدونم کارگری کارخونه است یا کارمند یه بانک یا صاحب یه مغازه است یا از رئیس شغلی یا لیسانس است یا دیپلم داره یا دکترا داره، از حیث تحصیلی مرد، زن، عضو یه گروهیه. اینا هویت‌های مختلفی برای بشر درست میکنه. اگر کسی همه این هویت‌ها رو بخواد فراموش کنه و فقط مذهبی بودنش رو بچسبه، اون بسیار امر خطرناکی است، چون بشر نمیتونه با هویت های دیگرش فاصله بگیره و به موجود، اگر بخواد فاصله بگیره یا نادیده بگیره، به موجود خطرناکی تبدیل میشه. شما تصور کنید یک کسی باشه که فکر نکنه که مادر و پدر و برادر و خواهر و اعضای خانواده براش اهمیت دارند، او به این خانواده تعلق داره، باید در شرایطی به اینها کمک کنه یا از اونها کمک بگیره. این بشر رو کاملا، اگر فقط هویت مذهبی باشه، تعلق مذهبی باشه، فرد رو به جاهای بسیار خطرناکی میکشونه. اما فرض کنیم که این یکی از حسهای تعلق هست، خب در کنار دیگر احساسات تعلق اگر قرار بگیره، جاشو پیدا کنه، شاید اینقدر هم خطرناک نباشه. فردی فکر کنه که عضو این مسجد هست، در این حال عضو این خانواده است، عضو این گروه، عضو این گروه شغلیه، عضو این گروه تحصیلیه یا تعلقات دیگر. این سه تا کارکردی است که برای مذهب می شود برشمرد. البته ده ها هزار کارکرد دیگر دینداران برای مذاهب می شمارن، مثل اینکه مذهب علم هست، فلسفه هست، هنر هست، ادبیات هست، تمدن هست، که هیچ کدوم از اونها نیست. فرض کنیم که همین سه تا باشه. من معتقدم شخصا که برای هر سه اینها بدیل هایی وجود داره، آلترناتیو هایی وجود داره. شما اگر بخواید احساسات معنویتون برانگیخته بشه، بسیاری از فیلم ها و موسیقی های درجه یک هست که این احساسات رو در شما برمی‌انگیزانه و خطرات دین رو هم نداره، مشکلات دین رو هم نداره. شما اگر حس تعلق بخواید داشته باشید، در یه جامعه صدها گروه اجتماعی هست، شما میتونید برید و به این گروه های اجتماعی بپیوندید، البته در یه جامعه آزاد، نه در ایران که همه گروه های اجتماعی رو میبندن، فقط در مسجد و تکیه و اینا بازه که مردم فقط به اینها رجوع کنند.
و بحث التیام هم روش های دیگری برای التیام گرفتن غیر از و کاهش رنج، غیر از پناه بردن به مذاهب یا به نهادهای مذهبی یا به روحانیون وجود داره. مثلا یک نوعش مدیتیشن هست، یوگا هست، انواع و اقسام بدیل ها برای این گونه امور وجود داره که اون جنبه های مخاطره انگیز مذهب رو هم نداره. حالا به دلیل اینکه در دنیا همه این بدیل ها رو ممکنه نپسندند یا عادت کرده باشن به مذهب، عادت کرده باشن به حس تعلق به یک دین، حس باورمندی به یک امر مقدس، احساسات معنوی گرفتن از اون امر مقدس، یا در شرایطی فکر میکنن که دین هست که میتونه بهشون التیام ببخشه، خب دین هم هست و کارکردهایی داره و افرادی هستن که میتونن به این کارکردها باور داشته باشن و به سراغشون برن. خب بحث رستگاری اینجا کجا هست؟ رستگاری اینجا واقعا هیچ جایی نداره. یعنی این داستان اینکه دین میتواند بشر رو به رستگاری برسونه، یعنی در دنیا برای او سعادت به بار بیاره، که اصولا در تاریخ بشر هیچ دینی برای افراد بشر سعادت دنیوی به بار نیاوردن، این ادعا ادعای کاملا متناقضی است با آنچه که در عالم واقع اتفاق افتاده. اگر امروز بشر دارای سطحی از سعادت دنیوی هست، همه اینها نتیجه تجربیات بشری، علم و دانش بشری است. تلاش های خود بشر هست که بشر رو امروز به وضعیتی رسونده که دیگه مثلا مثل 10,000 15,000 سال پیش لازم نیست در فصل سرد زمستان بره در کوه و بیابون شکار کنه و انواع مخاطره ها رو بر خودش بخره برای اینکه بتونه به حیاتش ادامه بده. یا مثلا مثل 2000 سال پیش 1500 سال پیش بشر مجبور نیست که در شبانه روز 16 ساعت 18 ساعت روی زمین کار کنه برای اینکه فقط شکم خودش و اعضای خانوادهش رو سیر کنه. پیشرفت هایی که حاصل شده پیشرفت های بشری است. بشر پیشرفت های زمینی است، پیشرفت های علمی است، پیشرفت هایی است که بشر با تجربه تونسته حیوانات رو اهلی کنه، تونسته دانه ها رو کشف کنه، تونسته کشاورزی رو بفهمه که کشاورزی یعنی چه، و بعد هم انقلاب صنعتی بوده، انقلاب اطلاعات بوده، انواع و اقسام انقلاب ها که رخ داده بشر رو امروز به اینجا رسونده که در به سطحی از سعادت دنیوی رسیده. این محصول تلاش های خود بشر بوده و دانش بشری. حالا انواع تو این اعضای بشر موجودات دیندار هم بودن، موجودات غیر دیندار هم بودن. یعنی اینطور نیست که ما همه اعتبار رو فقط بخوایم به یه گروه خاصی بدیم، ولی اگر کاری انجام شده بشر به عنوان بشر بودنش کشفیاتی انجام داده، خدمتهایی به دیگران انجام داده، نه به عنوان اینکه مسیحی، مسلمان، یهودیه یا زرتشتیه. به این دلایل نبوده. کسی اگر بر فرض ماشین لباسشویی درست کرده یک روز، یا یه قوری مثلا برقی درست کرده که کار بشر رو دیگه برای اینکه یه چایی بخوره لازم نیست که 2 ساعت وقتش رو بگذاره برای اینکه آبی رو جوش بیاره، خیلی ترتمیز مرتب میتونه در عرض 3 دقیقه 4 دقیقه برای خودش چایی درست کنه و بنوشه. اینها دستاوردهای بشری است، دستاوردهای بشر به ماه و بشره. بشر نه به عنوان اینکه این دین خاص یا اون دین خاص رو داره یا نداره. سعادت دنیویش رو شما کاملا باید بگذارید کنار. و اما در باب سعادت اخروی، در باب سعادت اخروی اولین سخن این هست که ما هیچ اطلاعی، یعنی اون بحث آخرتی رو که اهل ادیان مطرح میکنند محدوده است، کاملا مجهول. یعنی هیچ کس هیچ اطلاع مبتنی بر واقعیاتی نسبت به عالم دیگر نداره. این داستان هایی است که برای بشر گفتند، یک عالمی است که برای بشر ساختند، بهش، جهنم، دوزخ، نمیدونم برزخ، اینها داستان هایی است که برای بشر گفتن برای اینکه بشر رو به یک سمت و سوی خاصی هدایت کنند. این که حالا در اون در عالم دیگری هست، در این عالمیه
جهنمی هستن، یک عده بهشتی هستن، برای اینکه یک عده بهشتی باشن چه کارهای خاصی رو باید انجام بدن، و ادیان هستن که بشر رو به اون سمت بهشت هدایت میکنن. این از اون داستانهای عجیب و غریبی است که برای اعضای بشر گفته شده. مبتنی بر این مجموعه داستانها، یعنی هم داستان سعادت و رستگاری دنیویش داستان دروغی است، یعنی این رو کاملا ما میتوانیم با ضرس قاطع بگیم که ادیان به ما هو ادیان، اهل دین به ما هو اهل دین، یعنی از اون جهت که دیندار هستن، یا ادیان از اون جهت که دین هستن، هیچ نقشی در سعادت دنیوی بشر نداشتند. اینها واقعیاته. شما امروز تو خانه خودتون به وسایلی که دور و برتون هست نگاه بکنید، توی آشپزخونه یه گشتی بزنید، توی اتاق خوابتون، توی اتاق نشیمنتون یه گشتی بزنید، ببینید که واقعا این وسایلی که شما امروز دارید ازش استفاده میکنید، از مبل و رخت خواب، تخت خواب و نمیدونم انواع وسایل، تلویزیون و دوربین و کامپیوتر و انواع وسایلی که از اینا، چه ربطی به دین داره؟ هیچ کدومش هیچ ربطی به دین نداره. داستانهایی که روحانیون شیعه تعریف میکنند که ادیان نقش بزرگی داشتن در این که این وسایل درست بشه، اینا همه دروغه. ادیان هیچ نقشی در سعادت دنیوی بشر نداشتن. اینکه جاده وجود داره، شما رانندگی میکنید، میتونید برید خانوادتون رو ببینید، هواپیمایی هست، کشتی ساخته شده، موتوری که با احتراق کار میکنه، موتور درون سوز، این موتور رو بشر اختراع کرده و فهمیده که موتور اگر پیستون داشته باشه، شمع داشته باشه، این شمع جرقه بزنه، این حرکت ایجاد میکنه. خب بعدن از این موتور در انواع و اقسام وسایل و خودروها استفاده شده. این هیچ ربط، اینا واقعا هیچ ربطی به، اگر کسی بنشینه و کلاهش رو قاضی کنه، چه دیندار باشه چه دیندار نباشه، اینها هیچ ربطی به دین نداره. اینا تجربیات بشری بوده و بشر کم کم اینا رو کشف کرده. اهمیتی هم نداره که اولین بار این رو یک انگلیسی ساخته یا امریکایی ساخته یا آفریقایی ساخته، خیلی مسئله مهمی نیست. البته به اونهایی که انکار میکنند، تمدن غربی رو انکار میکنند، مثل آقای خامنه‌ای، همه غربی ها رو وحشی میدونند، باید مدام بهشون یادآور شد که بخش عمده این وسایلی که امروز بشر داره استفاده میکنه و برای او رفاه و سعادت دنیوی آورده، اینها محصولات تمدن غربی است. من در یکی از برنامه‌های قبلی هم گفتم که تنها یه دونه زیپ کد در هر منطقه‌ای که شما بگردید در امریکا، اینها دارای کد پستی هستند. در هر ایالتی شاید صدها کد پستی وجود داره. مجموعه اختراعات و کشفیاتی که میگن در تمدن اسلامی اینها انجام شده، مجموعش از مجموعه اختراعات و کشفیاتی که در یه دونه از کدای پستی در ایالت نیویورک یا کنتیکات یا نیوجرسی انجام شده کمتره. اینا واقعیاتیست. این واقعیات رو البته روحانیون شیعه یا پاستوراشون و دستگاه تبلیغاتیشون هیچ وقت به شما نخواهند گفت. شما برید من نگاه کنید، ببینید پتنت هایی رو که، یعنی در واقع حق انحصاری استفاده از اختراعاتی که در امریکا داده شده، در کدهای پستی خاصی رو بدید، ببینید چند تا به شما میده. و اون طرف هم بگردید ببینید که اون چه که به ادعای اونها تمدن اسلامی است، که من در یک از برنامه توضیح دادم که اصولا تمدن اسلامی وجود نداره، در اون چه اونا ادعا میکنن واقعا چقدر دستاورداش چقدر بوده. البته واقعا اهمیت نداره که کی این دستاوردها رو انجام داده، تا دستاوردهای بشری است. اینا خرد رو هم انباشته شده و بشر به اینجای رسیده که امروز هست. یک کتاب درخشانی است که آرتور کوستلر نوشته به اسم خوابگردها، و توی اون کتاب او به خوبی نشون میده که بشر مثل یک خوابگرد در دنیا حرکت کرده، دقیقا هم نمیدونسته از کجا داره به کجا میره، ولی خب دستاوردهای بزرگی داشته در عرصه فهم دنیا و بعد هم تکنولوژی و استفاده از اون، آنچه که از دنیا فهمیده در فیزیک و شیمی و زیست شناسی و علوم دیگر، به اینجا رسیدیم بشر رسیده به که امروز هست. بنابراین در حیطه سعادت دنیویش عرض کردم ادیان هیچ نقشی نداشتن، دینداران
به دلیل دیندار بودنشون هم هیچ نقش و تأثیری نداشتن. در محدوده سعادت اخرویش هم واقعا چیزی برای گفتن وجود نداره، چون اصولا محدوده ناشناخته است. یه چیزی که ناشناخته هست چه کسی میتونه بیاد ادعا کنه اعتبارش رو بگیره؟ مثل این میمونه که مثلا یه پولی رو به شما نداده کسی، 1,000,000 دلار به شما نداده، یه ادعا کنن که اعتبارش مال اونهاست. چیزی رو که ما نمیدونیم و اتفاقش اتفاقی نیفتاده، اطلاعی کسی ازش نداره، مجموعی از مجهولاته، نه مجموعی از دانسته ها، مجموعی از مجهولات هست. خب خیلی دشوار هست که ما بیایم اعتبار این مجهولات رو بخوایم به کسی بدیم. حالا جالب هست، علارغم این توهی بودن کاسه، هم در حیطه سعادت دنیوی و هم در حیطه رستگاری اخروی، روحانیون شیعه، پیروان اونها و اصولا اهل دین از جامعه بشری طلبکار هم هستند. این خیلی پدیده جالبی است که اینها مدعی هستند که از صبح تا شب همه باید اینها رو سجده کنند، باید برای اونها رکوع و سجود کنند، به دلیل اینکه اینها یک تخم دوزردهی برای عالم کردند. من معتقدم که هیچ تخم دوزردهی اینها نکردند و هیچ اتفاقی از سوی اونها در این عالم نیفتاده، فقط یک نوع ادعای باطل و ادعای توهی است. شما بیایید به سخنان مقامات جمهوری اسلامی و اسلامگرایان و پیروان این گروه ها نگاه بکنید، ببینید که اینها واقعا از صبح تا شام چه میگن. در اونها علارغم نمایش و ادعای دوری از دنیا و بینیازی، طلبکاری از دنیا موج بزنه. بیشترین حرص و طمع رو شما در میان اهل دین مشاهده میکنید، در علارغم ادعاهایی که دارند. حالا اهل اونایی که بیدین هستن و به دنبال دنیا میرن، اونا ادعایی ندارن، نمیگن که ما اهل زهد و ریاضت و پرهیز از دنیا هستیم، دیگران رو دعوت به پرهیز از دنیا هم نمی کنن. اما اهل دین، بالاخص مسلمانان، اونایی که ما خیلی خوب اینها رو میشناسیم و با اینها زندگی کردیم، اینها غیر از نشان دادن حرص و طمع بلعیدن همه دنیا، حتی ایران هم براشون کافی نیست، میخوان کاخ سفید رو هم بگیرن، در اختیار خودشون باشه. حالا اگر روشون میشد، حالا فعلا با آقای پوتین خیلی دوست و نزدیکن، ادعا میکردن که کاخ کرملین رو هم میخوان بگیرن، منتها اونجا رو فعلا ادعا نمیکنن، ولی در باطنشون این هست. داعش که خیلی صریح گفته بود در ایران هم در دهه اول مرگ بر شوروی و مرگ بر امریکا و یعنی همه رو شامل میکردن، بعد دیدن که نه، با همه دنیا در آن واحد نمیتونن بجنگن، یکی یکی باید پیش برن. غیر از نشان دادن حرص و طمع بلعیدن همه دنیا، از مردم دنیا میخوان که هر روز اونها رو بالای سرشون بگذارن و از اونها قدردانی کنن. چرا؟ چون تنها اونها هستن که میتونن موجب رستگاری همه بشن. همین ادعای توهی که داشتم براتون توضیح میدادم، انگار چیزهای اینها به دنیا دادند که نمیتونن پس بگیرند، یا خدماتی به دنیا انجام دادن، برای دنیا به بار آوردن، که به اندازه کافی مورد تشویق و قدردانی واقع نشدند. اونها از مردم دنیا نمیخوان به همون گونه با اونها رفتار کنن که خودشون با دیگران رفتار میکنن. غیر از توهین، غیر از ناسزاگویی، غیر از همه رو جهنمی تلقی کردن، همه رو نجس تلقی کردن، شما برید فقط در متون دینی نگاه کنید، ببینید که اینها واقعا به بقیه عالم چجوری نگاه میکنن. همش منفیست و خودشون رو حق، بقیه رو باطل میدونن و دو نظام رفتاری متفاوت رو اینها تبلیغ میکنن. بر اساس همین طلبکاریست، همین حس طلبکاری هست که مدام مردم ایران و مردم دنیا رو نصیحت می کنند. اگر اینها چنین حس طلبکاری نداشتن، خب این در واقع توجیه برای نصیحت کردن رو اینها از کجا میارن؟ توجیهی وجود نداره که اینها بخوان مدام
مردم ایران یا مردم دنیا رو نصیحت کنن. در هم مورد همه امور دنیا، رفتارها و آدمیان مدام داوری میکنن، داوری های ارزشی، مدام در مورد دیگران قضاوت میکنن، دیگران رو تایید میکنن یا رد میکنن. این صلاحیت رو اینا از کجا آوردن که از صبح تا شب باید در مورد مردم قضاوت کنن، داوری کنن؟ این مبتذله، اون فاسده، این موهاش بلنده، اون موهاش کوتاهه، این موهاش رو نمیدونم رنگ کرده، این شلوارش کوچیکه، اون شلوارش بزرگه، دامنش کوتاهه، دامنش از صبح تا شب. این رفتاری رو که در ایران عمدتاً، امروز در بیشتر از کشورها دیگه مردم واقعا کاری به کار هم دیگه ندارن، در این امور همسایه‌ها هم کاری به کار هم دیگه ندارن، ولی مثل در واقع موجوداتی که وظیفه خودشون میدونن که از صبح تا شب پشت سر مردم لیچار بگن، اینها همینطور دارن با مردم ایران و مردم دنیا رفتار میکنن. مدام دیگران رو یا تایید میکنن یا رد میکنن، خودشون رو الگو میدونن، الگوی اسلامی معرفی میکنن و تصور میکنن که همه ارزش‌های عالم در اینها جمع هست. به همین دلیل هم هست که سیاست تبلیغاتی جمهوری اسلامی سیاست سفید نمایی است، یعنی همه چیز در ایران گل و بلبله. بس در مورد کشورهای غربی که خب دموکراسی هستن، مردم حقوقی دارن، کاری به بقیه مردم کره شمالی و سودان و کوبا و اینها ندارن، به مردم کشورهایی که دموکراسی هستن، مردم در رفاه زندگی میکنن نسبتاً، اونها رو مدام سیاه نمایی است. سیاست جمهوری اسلامی سیاه نمایی است. کافیست مثلا یک نفر در یک روز، مثلا یه کسی چاقو دستش بوده، یه خانومی، پلیس مثلا یه شهری، ما پلیس امریکا نداریم. این رو من در پرانتز خدمتتون عرض کنم، این از دروغ‌های بزرگ جمهوری اسلامیه. در امریکا ما یک نیروی انتظامی مثل ایران نداریم که بهش بگیم پلیس امریکا. مدام این دروغ رو هم رسانه‌های در واقع دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی به مردم ایران، به خورد مردم ایران میده، و هم متاسفانه رسانه‌های فارسی زبان مثل بی بی سی مدام از پلیس امریکا صحبت می‌کنن، پدیده‌ای که وجود واقعی نداره. در امریکا هر شهری، هر روستایی، هر منطقه‌ای پلیس خاص خودشو داره و این پلیس خاص رو هم مردم کلانترش رو یا شریفش رو انتخاب میکنن. اینا لباسای خاص خودشون رو دارن، قوانین خاص خودشون رو دارن، هر جایی منطقی مستقل هست، کار خودش رو انجام میده. ما یک دستگاه مرکزی به اسم پلیس امریکا در این کشور نداریم. این از دروغهای بزرگی است که مدام به خورد جامعه ایران داده میشه. در مورد داشتم اینو میگفتم که یه فردی اگر با چاقو به پلیس حمله کنه و پلیس یه جایی، پلیس یه منطقه، پلیس یه شهری، او رو شلیک کنن و او رو از بین ببرن، این رو به عنوان اینکه پلیس امریکا امروز فلان کس رو کشت، از این دروغ‌های اصلا عجیب و غریب و شاخداری است که مدام اینها به جامعه ایران عرضه میکنن. این حس طلبکاری که شما در میان اهل مذهب به طور کلی و ده ها برابر شده شو در میان اسلامگرایان و روحانیان شیعه میبینید، ناشی از سه ویژگی این جماعت هست. یکی دینداری تاجر معابانه و مستکبرانه. اینا با دین کاسبی میکنند، با دین بر مردم میخوان سوار بشن، با دین فخر فروشی میکنند. این نوع دینی است که اینها دارن. انواع دیگر دین ممکن هست دا، ولی ما کمتر دیدیم، بالاخص در میان مسلمانان، به دلیل اینکه مدام به اینها میگن شما بهشت میرید و بقیه جهنمی و نجس و زندیق و کافرند و شما حق دارید هر بلایی به سر اینها بیارید، در متون دینی اسلام این حس و مسلمان ها و بالاخص رهبرانشون پیدا کردن که میتونن با دین کاسبی کنن و میکنن و میتونید با دین فخر فروشی کنین که میکنند. دوم، یک نوع سیاست مداری آرمانگرایانه، یه تخیلاتی رو، توهماتی رو به عنوان جامعه آرمانی برای خودشون درست کردن، جامعه‌ای که توش همه احکام شریعت اجرا میشه، اون جامعه بهش نیست، اون جامعه جهنمه. جامعه‌ای که قرار هست همه احکام شریعت توش اجرا بشه، اون جامعه ارزش زندگی نداره، چون آزادی توش وجود نداره، چون افراد نمیتوانن انتخاب کنن مسیر خودشون رو، گزینه‌ای وجود نداره، جهنم قبرستونه، زندانه. و
ویژگی سوم کنش اجتماعی بر اساس خود حق پنداری. این رو مدام تعالیم مذهبی مسلمانان این رو مدام به تک تک افراد مسلمان القا میکنه که حق با شماست و بقیه باطلن. ببینید یکی از عللی که مسلمانان باورمند ها، اونایی که بی باورن، حالا یه خدای پیغمبری اعتقاد دارن ولی اینا رو جدی نمیگیرن، این تعالیم خاص روحانیون رو، تعالیم خاص مذهبشون رو جدی نمیگیرند، اونا مسلمانان اسمی میتونن با خیلی از جوامع کنار بیان، ولی اونایی که جدی میگیرن این حرفا رو و این حرفا جز تعالیم اسلامی هست، اینها در زندگی اجتماعی چه در جامعه خودشون و چه در جوامع دیگر مدام با جامعه درگیرند، به دلیل اینکه چجوری میشه شما تحمل کنید یه عده رو که مدام دین فروشی میکنن، مدام فخر فروشی میکنن، مدام شما رو به یه جامعه تخیلی عجیب و غریبی ارجاع میدن که از اصولا این زندان میمونه، این قبرستان میمونه، جهنم میمونه، و بعد هم معتقدن که همه ی حقوق، همه ی حق با اونهاست و همه باطلن، همه جهنمی هستن غیر از این جماعت کوچکی که مثلا غیر از دختری که از سن 6-7 سالگی بهش یاد میدن که تو چون حجاب سرت میکنی، اونم ما به زور داریم سرت میکنیم در خانواده، تو رو عادت میدیم به حجاب داشتن، تو جات بهشت، بقیه همه این آدمایی که در حول وحشت زندگی میکنن همه اینا جاشون تو جهنمه، چون این روسری روسرشون نگذاشتن. این داستانی است که از ابتدا در مجموعه تعالیمی است که متاسفانه در اختیار افراد مسلمان قرار داده میشه. خب اینا نتیجه این سه ویژگی، این یک دین فروشی و فخر فروشی، دو سیاست آرمانگرایانه، اونم آرمانهای توهی، آرمانهای معکوس، و سوم هم این خود حق پنداری، نتیجهش به کجا میرسه؟ این که علم و دانش و عقل بشری رو ما کلن کنار بگذاریم، پرسشگری رو کنار بگذاریم در جامعه، نقد رو در جامعه کنار بگذاریم، انتقاد رو کنار بگذاریم، افراد رو غرق کنیم در داوری های ارزشی خاص خودشون نسبت به دیگران، و جامعه رو ایجاد بکنیم که از صبح تا شب همه قرار باشه که با هم بجنگن. جامعه چون اگه قرار باشه از صبح تا شب یه دی در مورد دیگران قضاوت کنن، اونم قضاوت‌های بی اساس و بی پایه، این جامعه روی صلح و آرامش نمیبینه، افراد نمیتونن روابطشون رو با هم تنظیم کنن. ببینید من حالا یک توضیح کوتاهی در مورد این سه ویژگی هر کدومش بدم. دینداری مستکبرانه که خدمتون عرض میکنم، دینداری اگر به برانگیختن معنویت، التیام بخشی به رنجهای بشر و القای حس تعلق به یک گروه با محوریت یک مجموعه رمز و راز محدود نشه، اون محدودهی که گفتم حتما هم اینها رو دین عرضه نمی کنه، جاهای دیگری هم هست که افراد میتونن این کالاها رو پیدا کنن، حالا اگر در همین محدوده هم قبول کنیم که دین هم این کار رو میکنه، اگر دین به اینها محدود نشه، به جای به ارمغان آوردن تواضع و خضوع که قراره که بندگی خداوند اینها رو بیاره و معمولا نمیاره، حالا خیلی جالب هست ما ندیدیم، ما در میان دیندارها معمولا اون تواضع و خضوعی رو که ناشی از بندگی خداونده که ادعاشون میشه ما اینو ندیدیم، چون همه رو کافر و نجس میدونن. کسی که دیگران رو کافر و نجس و جهنمی بدونه چجوری میتونه آدم متواضع و خاضعی باشه؟ به جای اینکه اینها رو به بار بیارن، برتری طلبی و امتیازخواهی به بار میارن. شما این رو متاسفانه در میان مسلمانان، بالاخص اونهایی که اسلامگرا هستن و اسلام هویت و اسلام قدرت و اسلام شریعت در میان اونها خیلی قدرتمند هست، این خصوصیات رو در اونها به خوبی میتونید ببینید. اینها منابع و منزلت‌ها و قدرت‌های عالم رو متعلق به خودشون میدونند. خب البته میگن اینا مال خداونده، مال پیشوایان دین، ما نماینده‌های اونها هستیم، قرار هست که همه چیز در دست ما قرار بگیره. و اما آرمانگرایی، دنیای آرمانگرایی اسلامگرایی یک دنیای کودکانه و بسیار ساده است. در این دنیا
همه قرار هست یه شکل لباس بپوشن، یه جور فکر کنن، یک شبکه تلویزیونی داشته باشن، یک روزنامه داشته باشن و همه مثل گوسفند از پیشوای مذهبیشون اطاعت کنن. این جامعه بوده که از ابتدای سال 57 آقای خمینی و دیگران به مردم ایران عرضه کردن، یه شبکه یا دو شبکه تلویزیونی، یکی دو تا روزنامه که کپی هم هستن، مردم هم قرار هست که مثل رمه دنبال چوپانهاشون یا یک یا چند چوپان راه بیفتن. حالا میتونن بین چوپانا مثلا سه تا چهار تا مرجع تقلید هست بین این چوپانا انتخاب کنن، ولی در واقع رمه هم، یعنی قرار هست که تقلید کنند. اسلامگراها برای دادن طرح ساختن این دنیای چوپان و رمه‌ای، دنیای گوسفندی، انتظار دارن که مردم هم هر روز اونها رو حلوا حلوا کنن و در برابرشون قد خم کنن. در دنیای آرمانی اسلامگراها هیچ ارزشی غیر از اطاعت از رهبر و شریعتی که وجود داره وجود نداره. ارزش یعنی همون. افراد بدون هیچ دلیل و شاهدی باید باور کنن که بردگی و تبعیض عین بهشته. و مسئله سوم که خود حق پنداری است. از دیگر ریشه های طلبکاری اسلامگراها و بخش قابل توجهی از مسلمان ها از دیگران این است که خودشون رو حق میدونن، بقیه رو باطل. همشون امیرالمومنین و امام حسینن، بقیه شمر و ابن ملجم و ببینید ادبیاتشون نگاه کنید، در نوخانی ها، در مراسم هایی که دارن، خودشون چیزن، فرزندان خاص ائمه شیعه هستند و این دکون دستگاه سید درست کردن و در ایران میلیون ها سید وجود داره، این همه فرزندان ائمه شیعه هستند. داستان دروغ سازی. در ایران مثلا حدود 7-8 هزار تا امامزاده وجود داره، کجا بعدم از امام هفتم به بعد یکی دو تاشون اومدن ایران، چطور میشه که یکی دو تا امام، سه تا امام شیعه، دو تاشون در واقع فرزندان امام موسای کاظم و امام رضا، اون بقیه که در عراق موندن، فرزندان اینها که آمدند یه دفعه 7-8 هزار تا فرزند اینا داشتن. چرا در ایران بگردید ببینید که چند هزار امامزاده وجود داره. اینا همش در واقع رویاسازی و فریب و در واقع تحویل دادن دروغ به مردم هست. این افراد، این نمایندگان خدا و فرد که در واقع نائبانشون، همه اعمال تایید شده از سوی پیشوایان دینی رو به خودشون و همه گناه ها رو به غیر خودشون نسبت میدن. گناهکاران از نگاه اونها باید همیشه خودشون رو مدیون دیندارها بدونن، چون بدون اونها خداوند بلایا و شرور خاصی رو بر اونها نازل میکنه. اصلا بر تمام بلایای طبیعی اینا انتقام گیری های خداوند هست. حالا ممکنه که در یه جامعه 10 تا آدم مؤمن هست جلوگیری کنن از اینکه این بلایا بیاد، و از همین جهت هم اینا از مردم طلبکارن، میگن ما از صبح تا شب داریم شما رو از زلزله و سیل و سونامی و اینها نجات میدیم، چون در میان شما داریم زندگی میکنیم. این متاسفانه داستانی است که مدام اینها برای مردم ایران گفتند، خواندن، اینطور هم فکر میکنند. یعنی اینطور نیست که فقط یک لحظه به ذهنشون بیاد و بپره، نه، مدام اینها در متون مذهبی، در مراسم مذهبی مدام این نکات به این افراد القا میشه. وقتی شما باور داشته باشید که همه عالم به واسطه لطف خداوند به مقدسان شیعه پابرجاست، طبعا همه باید زندگی خودشون رو مدیون مسلمانان شیعه بدونن و هر روز کار خودشون رو با تعظیم و تشکر از اونها آغاز کنن. این تصوراتی است که اینها واقعا و متاسفانه دارند. اسلامگراهای شیعه، روحانیت شیعه و پیروانشون، عرض کردم مسلمانان اسمی اگر قابل تحمل هستند برای برخی در ایران، در دیگر نقاط دنیا، به دلیل این هست که احکام شریعت رو اجرا نمی کنند، نه به دلیل این هست که اجرا می کنند، به دلیل این هست که از روحانیت شیعه پیروی نمی کنند بسیاریشون. اگر قرار بود همه اینها از روحانیت شیعه، از شریعت پیروی کنند، اینها دقیقا جنسشون می شده این خمینی و خامنه ای و حسن عباسی و بقیه، حسن حسین شریعت مداری و بقیه، چون اونا دارن پیروی می کنند. این که همیشه گفته میشه که نه، همه مسلمان ها تروریست نیستن، همه مسلمان ها
اینطوری نیستن همه آره بسیاری از مسلمان ها نیستن چون به دستورات مذهبشون عمل نمی کنند چون از رهبران مذهبیشون کاملا اطاعت نمی کنند اگر اطاعت می کردن همه اونها می شدن همین هایی که ما در این روزگار داریم می بینیم و جهنم برای بشریت درست کردند. اسلامگراهای شیعه چنین جلوه می دن که با جادو مخالف هستند اما فقط با جادوگری دیگران و رقبای خودشون مخالفند و نه اصل جادوگری. روحانیون شیعه خودشون رو در مقام جادوگران عصر جدید جلوه میدن و بر اساس همین جادوگری هم هست که تصور میکنن که برای جامعه دارن رستگاری میارن. پیامبران پیشینی که اونها معرفی میکردن همه غیر از جادوگری، در واقع این معجزه‌ای که میگن همون جادوگریه، غیر از جادوگری کالای دیگری برای عرضه کردن نداشتن. اما امروز به دلیل در واقع پایان عصر معجزه بشر دیگه خیلی سخت زیر بار این داستان ها میره و این داستان ها رو قبول نمی کنه. اگر کسی هم ادعا کنه که من رود نیل رو شکافتم، خب میگن فیلمش کجاست؟ و آدمایی که اونجا بودن چرا یه ذره فیلم نگرفتن از این ماجرا؟ به راحتی زیر بار این داستان ها نمیرن مثل 2000 3000 سال پیش. اینها مجبورن که یه معجزات تازه‌ای رو اختراع کنن. این معجزات چیه؟ میگن ما جرم و جنایت رو با شریعت از بین میبریم، با اجرای شریعت. ما رفاه عمومی رو با نادیده گرفتن علم بشری و اعطای غرور و افتخار با دشمنیت با تمدن غربی ما برای شما سعادت میاریم. اینا معجزات جدید، جادوگری‌های جدید روحانیت شیعه هست. خب چیزی که از مردم اینها میخوان ناپرسشگری است. برای اینکه ابتدا که مردم شروع کنن به پرسش کردن از این داستان‌ها و جادوگری‌ها و رستگاری‌های توهی، این ماجراها کلاً تبخیر میشه. ببینید در فرودگاه تهران با بودجه عمومی اومدن جایی رو مخصوصی درست کردن که صفحات قرآن رو درش قرار دادن تا مسافران با خواندن این صفحه‌ها قرآن رو ختم کنند. در ایران متاسفانه صدای کسی در نمیاد که چون افراد فکر میکنن باید به دین احترام بگذارن، اعتراض نمیکنن که این در واقع خرج کردن از بودجه های عمومی برای درست کردن نمازخونه، برای خریدن قرآن، برای این گونه کارها، اینها در واقع دارن از مردم میکشن، مردمی که همشون هم راضی نیستن که این کارها انجام بشه. ولی خب متاسفانه مردم در ایران صدایی ندارن، بسیاریشون هم نمیدونن که اینها در واقع حق و حقوق اونهاست داره امروز مورد در واقع ضایع شدن قرار میگیره. خب البته زمینه هایی رو هم اینها در مردم دیدن، در این ناپرسشگری ها و اون طرف هم در داوری کردن، خب از این زمینه ها استفاده میکنن. متاسفانه یکی از مشخصات، یکی از ویژگی های منفی در جامعه ایران این هست که افراد خیلی آمادن که زود در مورد دیگران داوری کنن، زود در مورد دیگران قضاوت کنن، در مورد آدمایی که در حول و حوششون دارن زندگی میکنند. خب در مورد 7 میلیارد آدم هم خیلی راحت قضاوت میکنن و داوری میکنن. این رو دیدن، خب میان خیلی راحت این رو به عنوان مذهب و شریعت هم در همون چارچوب، چون مردم عادت دارن بسیاریشون، در همون چارچوب هم مذهب و شریعت بهشون میدن. شریعتی که کارش از صبح داوری کردن در مورد دیگرانه. اصلا امر معروف نهی از منکر مبتنی بر این هست که شما از صبح تا شب در زندگی دیگران دخالت کنید، فضولی کنید، حرفهای بی حساب بزنید، آدمها رو مجبور کنید به کارهایی که نمیخوان انجام بدن، خودتون از موضع حق بالا بشینید و دیگران رو بکشونید به سمتهایی که مورد نظر شما هست. جالب هم اینجاست که برای این کار نفرت انگیز و مداخله در امور خصوصی دیگران و راه اندازی گشت ارشاد و تحقیر مردم، خواهان تقدیر و خواهان سپاسگزاری مردم و اینکه مردم تمام منزلت ها و ثروت ها و قدرت رو در از صبح تا شب در اختیار اینها قرار بدن. خلاصه بحث من توی این جلسه این هست که روحانیت شیعه تحت پرسش قرار دادن ادعای رستگاری رو توسط مذهب، توسط روحانیون، این رو به یک تابو در جامعه ایران تبدیل کرده. مردم ایران از کارهایی که برای اینکه از شر این نهاد مسموم و خطرناک خلاصی پیدا کنند،
یکی از کارهایی که باید انجام بدن این هست که شروع کنن به پرسش کردن که واقعا روحانیت شیعه در سعادت زندگی، در سعادت دنیوی اونها چه نقشی داشته. شما وقتی که شروع کنید و این سوال رو با دقت از خودتون بپرسید و به پیرامونتون نگاه بکنید، میبینید که روحانیت شیعه واقعا نه تنها هیچ نقشی نداشته در سعادت دنیوی بشر، در این حدی که سعادت داره، در این حدی که از امکانات برخورداره، بلکه روحانیت شیعه کارش همیشه این بوده که اینها رو محدود کنه. بلنگو میاد ایران میشه بوق شیطان، اینترنت میاد فیلتر میکنن، تلویزیون میاد کنترل میکنن، تلفن میاد ابتدا اینترنت میاد ابتدا اینترنت 56 بایتی به مردم میدن، بعد متوقع دستشون در میره، خودشون هم میخوان استفاده کنن، میبینن که نه نمیشه. اصولا کار اینها این بوده که مدام مردم رو آزار بدن، مردم رو از محروم کنن از امکانات و وسایلی که به رفاه اونها، به سعادت اونها کمک میکنه. و خب اون طرف هم ادعا دارن که ما برای شما سعادت دنیوی میخوایم بیاریم. معلوم نیست که چی جوری. سعادت اخرویش هم خدمتون توضیح دادم که چرا، و بعد هم بر اساس این ادعاهای واهی ادعا دارن که از جامعه، در واقع اینطور می نمایانند که از جامعه طلبکارند، طلبهایی که واقعا هیچ وقت طلب نبوده و غیر از توهم چیز دیگری نیست. همچنان از شما دوستانی که برای من ایمیل میفرستن تشکر میکنم، بهتون پاسخ میدم. برای من حتما ایمیل بزنید، نظراتتون رو برای من بفرستید، پیشنهاداتی که برای برنامه میدید من حتما اینها رو توی جریان میگذارم که در برنامه‌های مختلف، منتها من نمیتونم پراکنده به یه موضوعاتی بپردازم، برنامه باید سیر و روال خودش رو داشته باشه، ولی در چارچوب کار حتما پیشنهادات شما رو قرار میدم. از این برنامه، از تلویزیون اندیشه انتقاد کنید، از ما بخواید و در واقع هم پرسشگر باشید، هم خواهان باشید، هم مطالبه کنید، ما هم مجبور هستیم که در خدمت شما باشیم. تا هفته آینده که همچنان نظرات شما رو دریافت کنیم و تلاش بکنیم که برنامه ها رو، کیفیت برنامه ها رو ارتقا بدیم، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.